درود دوستان، برای برنامه این هفته مبحث مربوط به حج رو انتخاب کردم به مناسبت اینکه در ایام حج هستیم که یکی از فروع دین اسلامه و جمعیت میلیونی مسلمان ها به این کنگرهی به اسم حج میرن در عربستان سعودی در شهر مکه و یک سری مناسک رو به اجرا در میارن هر ساله و اهمیت خیلی زیادی هم در دنیای اسلام داره، به ویژه اینکه خب پول خیلی هنگفتی رو برای خیلی از کشورها از جمله عربستان سعودی که به هر حال کشور اسلامی هست و هم جمهوری اسلامی و کشور اسلامی به همراه داره، چون این همه جمعیت هم برای خروجشون پول پرداخت میکنن، برای مسافرتشون، برای خریدشون و به هر حال یک خودش قدرت عظیمی رو به وجود میاره و یک ثروت عظیمی رو که خب یک جور مناسکی که باید الهی باشه و حالا این رو به مردم القا میکنن که به خاطر خدا دارید میرید، ولی این همه تبلیغش بابت این درآمدهای هنگفتی که ایجاد میکنه. اما جامعه ایران که تا این حد فقیر داره و مردم گرسنه داره، کودکان کار داره، کودکان فقیر داره و این آیا جای پرسش این هستش که آیا واقعا یک خداوندی که باید پرستش بشه باید حتما با یعنی بودجه هنگفتی پرداخت بشه و اونجا به در حالی که اگر این جمعیت این پول رو به اختصاص میدادن برای فقرا خیلی بیشتر میتونست مفید باشه و طبق اسناد و مدارک خود دین میتونست چقدر به هر حال رضایت خدایی که دین معرفی کرده رو هم حتی بده، ولی چرا اینجا کوتاه میان و در موردش ما رو نمیدن، برعکس میگن تشویق میکنن که باید حتما بری به خاطر اینکه پول خیلی زیادی پشتش هست. منتها حالا نگاه بکنیم، این هفته گذشته عید قربان بود و ما یک به اصطلاح یکی از اعیاد بزرگ مسلمین رو داریم که عید فطر خیلی مهمه و عید قربان هم مثل عید فطر مهمه و عبادت و مناسک خاص خودش رو داره، از جمله این که گوسفندی رو سر میبرن و یک داستانی هستش که میگن ابراهیمیم در نزدیک کعبه خارج میشه و در یک جایی نزدیک به اصطلاح جایی که حالا شیطان هست الان که میرن سنگ میزنن میره اونجا و به اصطلاح اقدام میکنه و تصمیم داره به خاطر خوابی که دیده به سر خودش رو ذبح بکنه و سر ببره، اما فرشته میاد و میگه که تو گوسفند رو به جای اون سر ببر و این باعث شده که خب الان سالهای ساله که دارن همینجوری قربانی میکنن و گوسفندگاه و شترهای زیادی رو هر ساله دم این عید که میشه سر میبرن و حالا به اصطلاح کار بسیار خشونتباری هستش که خب خیلی از کشورها رو به اعتراض وادار کرده، ولی خب حالا داخل بعضی کشورها عادیه و همه دیگه براشون عادی شده، در حالی که عدم تطابقهای زیادی در همین نسخه ها میشه پیدا کرد. اینکه چطور ممکنه اصلا با عقل جور در نمیاد که یک نفر خواب ببینه بعد بره بچه خودش رو بخواد سر ببره، بعد اگر واقعا اینو خدا گفته بوده، من اینها رو از به نقل از کتاب آقای بروجردی دارم میارم و دایره معرف ظهور که ایشون هم با اسناد و مدارک بسیاری که جمع‌آوری کردن گفتن و حرف خودشون نیست که چگونه ممکنه که به یک پیامبری وحی بشه بعد خود فرشته بیاد جلوشو بگیره، در حالی که اگر این کاری بوده که خدا بهش امر کرده در همون مقام ابراهیم که نزدیک کعبه است باید صورت میگرفته، نه در جایگاهی که الان بهش میگن شیطان. پس کی بوده که بهش گفته و چرا فرشته به اون شکل میاد و ناگهان عوض میکنه با غضب میگه اینو بکش به جای اون؟ بنابراین همه اینا جای سوال به وجود میاره که اصلا این کار عاقلانه نبوده که حالا پیامبری که خودش رو منسوب به خدا میدونسته بیاد از طرف خدا بخواد یه بچه رو به اصطلاح قربانی بکنه و بعد هم حالا ما همینجور ادامه میدیم این عمل خشونتبار رو سالیان سال، هزار سال و بیشتر که و به این اون به اصطلاح عنوان که به هر حال دستور خدا بوده و یکی از مناسک مهم هست و اهمیت میدیم. من یه قسمتی از که به اصطلاح تدریس آقای بروجردی رو براتون بخونم. حرف دل گرفتاران این است که دین قول و وعده زیاد داده است، ولی وقتی موقع عمل میرسد دستش بسته است. تازه هرچه جلوتر می رویم خرافات دین برملا می شود. سالهاست نسبت به این که در موسم حج این همه گوسفند را در قربانگاه سر بریده و دفن می کردن اعتراض می شود. با این وجود مدتها این روال عادت شده بود و تا همین چند سال پیش ادامه داشت. این اواخر می رویم وارد سردخانه ها می کنم و می برند آفریقا به گرسنه ها می دهند و
ولی چه ظلمی است به گوسفند گرسنه، به اون کسی که خیال میکند این مناسک از ناحیه خداست. حالا به دست وهابیت که تورترین شعب اسلامن این جعلیات کنار رفته است. امسال گویا اعلام کردهاند حاجی به جای هر عدد گوسفند یک درخت بکارد. این درختکاری احیای زمین است. اما گوسفند کشتن کمال خشونت است. و این یکی از تدریس های اخیرشون بوده که به صلاح شاگردانشون این گونه میگفتن و همیشه حرف ایشون این بوده که یکی از روش هایی که ایشون به کار برده برای کتاب عدم تطابق هست این هستش که وعده میدادین، یعنی یک قسمت عظیمی از عدم تطابق های جمع وری شده وعده وعید های دین هستش که به پیروان خودش داده، ولی به اصطلاح کسی اونها رو بعداً اونها رو عملی نکرده و مواجه شدن پیروان با ادب پاسخگویی کسی که بهش امید بستن و میخوان همه یه مشکلاتشون رو براشون حل بکنه. و ببینید که چگونه ما این مناسک رو میسازیم و به خاطرش حاضریم خون بریزیم، حالا چه خون یک حیوان باشه، چه خون انسان باشه و چه عمل خشونتبار وحشتناکی رو الان حتی در قرن حاضر چقدر فجیع و چندشاوره ما همینجور ادامه میدیم و اینکه میگیم این حرف خداست و همه خیلی از قسمت‌های دین که الان در دست ماست به همین شکل هست و اگر تهش رو بخوایم نگاه بکنیم میبینیم واقعا چیزی نیست که بخوایم به خاطرش این همه هزینه ها رو هنوز به جامعه بشری ما تحمیل بکنیم، در حالی که میتونیم خیلی کارهای قشنگتری بکنیم اگر که واقعا قداست اون رو نخواهیم به زور به مردم بگیم و با تعصب روش بمونیم که این قداست رو نباید این حرف رو بشنویم، میتونه خیلی جامعه انسانی قشنگتر باشه. من این مطالب رو برای این قسمت از برنامه گفتم، من چند تا نکته دیگه هم میخوام اضافه کنم البته به جز این مطلب امروز و اون این هستش که خبری هستش که من هفته پیشم بهتون گفتم در مورد گروردی و شاگردانشون، هنوز آزار اذیت ها ادامه داره و متاسفانه چون ما در بایکوت خبری هستیم و مدافعین حقوق بشر، خبرنگارا، خبرگزاری ها سکوت مطلق کردن و حتی ما باشون تماس میگیریم، من از همین تریبون اعلام میکنم که رسما به ما میگن ما خبر رو نمیگیم و باید مثلا رسانه های ایسنا و ایرنا بیان تایید بکنن که واقعا جای تعجبه و حقوق بشری ها هم خیلی هاشون یا میگن ما در تعطیلات هستیم نمیگن یا بیانیه نمیدن و واقعا بر اسیری ایوای بر اسیری که از یاد رفته باشد و اینجوری بخواد امیدی هم داشته باشه که حالا ما امیدمون به اونها دیگه نیست، ولی من وظیفه خودم میدونم که اینجا اعلام بکنم که این برخورد داره میشه و متاسفانه حتما خیلی از شما که مخاطب ما هستین تا حالا برخوردید به این گونه گزینشی عمل کردن هایی که واقعا با انصاف و عدالت جور در نمیاد. اما من از همین خبر فقط میخوام استفاده کنم که دارن اتهام زنی ها، از همین تریبون استفاده میکنم که اتهام زنی هایی که داره برای ایشون صورت میگیره برای آقای بروجردی و هوادارانشون در اصل پرونده سازی هستش که براش نقشه کشیدن، نقشه های بیشتری در سر دارن و میخوان این صدا رو خفه کنن، صدایی که با 11 سال زندان از بین نرفته و رژیم نتونست اون رو ساکت کنه، حالا با کمک بایکوت خبری خبرگزاران خارجی و داخلی میخوان نابود کنن و یک نقشه همه جانبه کشیدن و در مورد سکوت مطلق میکنن که بتونن به راحتی این صدا رو خفه کنن، در حالی که ایشون همیشه با تحت شدیدتری شکنجه ها هم هنوز ادامه داده. حرف اصلی ایشون این هستش که ما در دنیای زندگی میکنیم که هرچی بوده دستاورد بشر اگه بوده یا نسبت داده شده به خدا به عنوان دین یا دستاورد علم یا سیاست که همه اونها میتونستن ارزشمند باشن یا به درد بشر بخورن و الان هم مثلا علم خیلی ارزشمنده، سیاست یه علم ارزشمنده، ولی متاسفانه حرف اصلیشون اینه اینها دستاویزی قرار گرفته برای نابودی بشر و برای یک استفاده یک عده خاصی که یک حالت مافیاگونه عمل کردن، رسانه ها رو در چنگال خودشون دارن، یک مافیای زر و زور قدرتی درست کردن که پول دارن، قدرت دارن و رسانه هم همون تزویرشونه، زر و زور و تزویر و از این مثلث هستش که استفاده میکنن و مردم رو
تحت فشار قرار دادن و نمیگذارن صدای کسی که بخواد دادخواهی کنه و حرف حقیقت رو بزنه به جایی برسه. ما واقعا متاسفیم و مردم دنیا بابت همین هستش که ناامید و خسته هستن از همه سیاستمداران، از همه کسایی که فکر میکردن مدافع حقوق بشر و مدافع حقوق آنها هستن اما نبودن. چون مدافع حقوق انسان ها اگر به خود گزینشی عمل کنه اصلا ارزش نداره، خودش رو نقض میکنه. و تمام این تدریس هایی که آقای بورژدی دارن میکنن که من رو به شما عزیزان به خصوص داخل دارم اینا رو میگم، عدم تطابق ها رو میارم، بابت این نیت این نیستش که به یک عقیده‌ای ما بخوایم حمله بکنیم یا یه چیزی ازش به دست بیاریم. ما میخوایم به حقیقت برسیم، با همدیگه جلو بریم، هیچ عنادی هم با ایش که نداریم، هیچ تعصبی هم نداریم. ما اومدیم از اسناد و مدارک خود دین داریم استفاده میکنیم برای اینکه نشون بدیم این همه سال در حمایت سیاستمداران دین چه کار کرده با مردم و ما رو به کجا رسونده. مثالی که امروز من برای شما زدم خیلی گویا بود، ولی ما برنامه های گذشته و برنامه های آینده باز شما مثال های بیشتری رو میتونید از این عدم تطابق ها و از این خرافاتی که به جای دین به خورد ما دادن بشنوید. تا برنامه آینده، بدرود.